این نامه خطاب به شماست. شما وزیر محترم اطلاعات هستید. نظر فوری جناب عالی در خصوص انجام عملیات انهدام خواستاریم. معاونت تحقیقات شناسای برون مرزی. من کلا خیلی آدم مهربونی هستم و بی نهایت بچه دوست. چرا این مورد حالا میزنیم؟ چون بالاخره اونجا جنگه و بچه ها ممکنه کشته بشن، پس میزنیم. نمیشه این بخشش هم بگین که من راضی نیستم بزنم، اینا رو هم ضبط کنین، مردم بدونن که من اینجوری با بیرحمی تمام نگفتم این تا بچه رو بزنیم. با توجه به اینکه امنیت کشور خودمون در اولویته و اینکه عراق درگیر جنگ خودش، به طبع یه سری از بچه هاشون در این جنگ کشته خواهند شد، من دستور میدم که اونجا با موشک بزنن، چون بالاخره این کودکان کشته خواهند شد. حالا بهتره که از یه کشتار بیشتر جلوگیری بشه، اما بر اونو احترام قائلم و قطعا در بهشت خدا جا دارن. دیگه نمیدونم، خیلی مورد خیلی سختی بود. خوده منو اصلا نمیخوام این شغلا رو داشته باشم. خیلی ببینید، گاهی مهمه، گاهی این استراتژیه که مجبوریه در فدا بکنی برای اینکه یه عده دیگر رو حفظ بکنی. این تو جنگم بود، کسی که رفت رو مین خوابید که معبر باز کنه، فی نفسه مثلا چی محسوب میشه این کارش؟ خودکشی؟ ولی در عمل از چند نفر جون چند نفر نجات داد. فی نفسه کار خوبی نیست، درست نیست، قتل محسوب میشه، ولی بسته به شرایط و اگه بشه از یک کشتار بیشتری جلوگیری کرد. قشن مدرسه نه نمیذاشتی؟ نه. چرا اینجا نمیذاریم؟ به خاطر اینکه کشور ما توش جنگ نیست. کردستان ما الان توش جنگ نیست، عراق ولی توش جنگ هست. اونجا داره کشته میده ولی کشور ما الان کشته در کار نیست. امنیت هست، پس بچه های ما بی خود قرار نیست بمیرن، به خاطر اینکه اینا اعضای کشور خودم هم. اجازه نمیدادم بزنم. آره اینجا احساس رو دخیل میکنم چون کشور خودم رو نمیذارم. اگر تنها اقداممون موشکی باشه، یعنی هیچ راه دیگه نشداشیم، به نظرم میپذیرن که این اقدام صورت بگیره. مردمی که هر اتفاق میفته این همه راهپیمایی میکنن که کشور رو حفظ کنن، قطعا که نمیپذیرن کودکانشون به این راحتی بمیرن.